أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. صدق الله. در ارتباط با قاعده و قوانین روزمره زندگی، اگر ما در بخش های ساینس یا تکنولوژی امروزی، اخلاق اجتماعی، قاعده و قانون انسانی در عملکردهای انسان روی کره زمین، موضوعات تاریخی، اجتماعی، فرهنگی، کلتوری و غیره را اگر ما در تحلیل و تفسیر میگیریم یا از آن استفاده و عمل می آید، ناشی از یک مؤخذ واحد، از یک دستور العمل که قبلا تهیه شده و به ارمغان در ذهن ما جاگزین است، متاسفانه گاه به شکل مبالغه، گاه به شکل یک انگیزه و گاه به شکل یک علم مجوزه زندگی انسان ها خطور میکنند، مؤخذ آن عبارت از قرآن پاک است. در این بخش ما میتونیم به صراحت صحبت کنیم که قاعده و قانون ترافیک در جاده های شهرهای انسانی زاده تخلیق یا زاده مفکوره انسان نیست، بلکه زاده انگیزه است که سرچشمه از کلام الله گرفته. قبلا ما تذکر دادیم در کلام پاک خود که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: وعباد الرحمن الذین، بهترین از بندگان خداوند آن کسانی هستند که یمشون علی الارض هونا، حرکت هایی دارند، عملکرد هایی دارند در کره زمین، در روی زمین با نهایت تواضع. خب این یک انگیزه است که ما میتونیم تحت تحلیل و تفسیر این آیت راه‌ها و روش‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، کلتوری، فرهنگی، سیاسی، ادبی و غیره و غیره را جستجو کنیم. اگر ما این آیه مبارک را من حیث تبرک در قرآن در یک کتاب بشماریم، پس سوال میکنیم که وجود این آیه چی مفهومی را ارائه میکنه.
تا توصیف خلایقی که پروردگار عالم در قدرت خود به وجود آورده در حق یک انسان صحبت داشته باشد. با چه مفهوم است؟ روانمود میکنه، واضح ساخت که روشن ساخت بهترین بندهان که در روی زمین به تواضع حرکت میکنن، به شکل رفتار انسانی عمل کردها و رفتاری دارند، این بندگان خاصم است. خب اگر ما قاعده و قانونی در ترافیک ببینیم، چی میگه در ترافیک؟ طبعا قاعده و قانون ترافیک این است که در راندن وسایط عراده‌جات باید در شهرها و در راه‌ها از کبر و غرور و تکبر و بدور از سنجش انسانی حرکت یا عمل کردی نداشته باشه. باز پروردگار عالم جل جلاله او در سوره الاسراء می فرماید ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض. ولن تخرق ولن تبلغ الجبال طولا. ولا تمشي في الارض مرحا. هیچگاه در روی زمین به تکبر و به غرور حرکاتی نداشته باشید. اگر شما فکر میکنین که توسط قدمهای شما، توسط قوت و قدرت شما یا قوت و بزرگی و عظمت و دبدبه شما آنقدر بلند است که سرتان از کوها بلند میشه، نایتور نیست، نهایت کوچک هستین، نهایت عاجز هستین. توان و طاقت یک خار در روی زمین اگر در پایتان میخلا ندارین، پس چه تکبر است که حرکت میکنین؟ بشانه زدن و با غرور رفتن و مردم را اذیت کردن. ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. اگر قد شما قوت و قدرت و عظمت دبدبی جسمی و فیزیکی شما از کوها بلندتر است، نه اونطور نیست. و هیچگاه لن تخرق الارض و هیچگاه زیر پایتان زمین قلبه نمیشه. قلبه که ما توسط دهقانا در زمین های کشت زراعت میبینیم که پاره میکنه و تکه تکه میشه، و انسان اگر فکر میکنه که زیر پای زمین قلبه میشه و سرت از کوها بلند است و قوت و قدرت و عظمتت آنقدر است که میتونی زمین را توسط قدم های خود قلبه بسازی و یا کوها را چپه بسازی با قدرت و عظمت خود، نه اونطور نیست. پس قاعده و قانون ترافیک چی میگه؟ وقتی در موتر من حیث دریور ششتن، آیا موتر را بدون یا واسطه
که در آن رانندگی میکنین بدون قاعده و قانون قوانین بدوانین، مردم را اذیت کنین، جاده های ترافیک را از راست به چپ از چپ به راست مراعات نکنین، به خاطر که شما راننده هستین، به خاطر که شما واسطه دارین تا برتری شما را از عوام دیگر نشان بده. مغرور و تکبر و یا هم سربلندی که توسط مادیات با وجود آمده نصیب شما میشه و شما از جاده انسانیت میبرین، نه اتون نکنین، اتون نیست. مثل شما صدها مردم موتر دارن، مثل شما صدها موتر وسایط رفتار دارن، اسباب دارن. پس ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. خب یک کسی پرسان کرد، تصادف، موضوع بسیار قدیمی است، وقتی گفت که این صحبت را خودت از جانت میکشی، عقیده به قرآن نداشت، عقیده به حقانیت ذات پاک و اعجازی که در قرآن نهفته است نداشت، گفت در قدر که صحبت از قاعده و قانون کردی ای را از جان خود صحبت کردی، ورنه ترافیک در قرآن از کجا شد؟ اگر باز اصرار میکنی پس هارند موتر که در جاده ها دریور ها استفاده میکنن ای در کجاست؟ نهایت جای تأسف است برادران ما، دوستان عزیز ما، که ما در تخیلات شیطانی و اغراض نفسی خود دکترا و ماستری را ضرورا داریم و میگیریم. افسوس که در شناخت علم و تسلیم به حق یا قبول نمودن حقایق را در ذهن خود نمی پرورده. یکی از وجود بدبختی و ضعف و ناتوانی انسان همین است که خودخواه است، خود را می بیند. بیاید ببینیم در قرآن عظیم و شان پروردگار عالم در صدایی که خود ای برادر ما پرسان می کند کجاست هارن موتر در قرآن؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وقصد فی مشرک واغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. صدق الله. گفتم پروردگار عالم در کلام خود می فرماید او بنده های من، او بنده ای که راه عدالت و توازن اجتماعی را در عمل کرده خود جهت رفاه و خوشبختی در نظر داری، وقصد فی مشرک، میان روی اختیار کن در رفتار و عمل کردهای زندگی خود. وقت دو من سوده کن، پایین بیار صدای ترا، چیغ نزن. صحبتی که میکنی نهایت دوستانه و محبت آمیز روش را در تکلم خود به کار ببر، به خاطر که چیغ زدن راه و روش بدون ضرورت
متوجه عمل کرد انسان نه، بلکه از یک مخلوق دیگه که به حیث حیوان ما میشناسیم شناخت داره. این انکر الاسوات لصوت الحمید، چرا که بدترین صدا، صدای روی زمینی که ما میشنویم از حیوانات صدای خر است. پس او برادر وقتی که راننده شدی در موتر ششتی، در سر وسایطی که باعث سربلندی و افتخارت میشه از تکبر کار نگید، از غرور کار نگید، از هارنهای بی جا استفاده نکن. خب پس تا قانون طرف چی میگه؟ همین است دیگه که او برادر روی جاده از روشی که قاعده و قانون ایجاب میکنه دست راست و یا هم در بعضی ممالک در دست چپ حرکت داشته باشه، بدون اشاره، بدون کدام عذر، هر طرفی که در جاده دلت میخوای حرکت نداشته باش، به خاطر که ازدحام و یا مزاحمت در ترافیک به خاطر رفت آمد مردم میشه. پس این انگیزه ای که قانون ترافیک توسط یک شخص با وجود آمد و در عمل کرد، قاعده و قانون ترافیک را ساخت، ای به معنی این نیست که آن شخص خودش از ذهن خود اختراع کرد، بلکه قبلا این موضوع بوده، صرف جهت تغییر دادن قاعده از یک نام به نام دیگری. خب در صورتی که ما قدر و قیمت حقایق را در ذهن خود نپروراریم و یا انگیزه هایی که از کتاب های آسمانی به وجود می آید ما در حق خود من حیث یک علم و حکمت جاگزین نمانیم، ننماییم، ما چه قسم باید ادعا میکنیم که ما انسان های ایدیالیزم هستیم؟ ما در جهان دو نوع مفکوره داریم، ایدیالیزم و ماتریالیزم. بحثی است که انشالله بعدا صحبت خواهد کردیم و این را با شما با وضاحت گذاشتم که هر قاعده و قانونی که در روی زمین توسط انسان ها به وجود آمده ناشی از انگیزه هایی است که قبلا کلام خداوند جل جلاله آن را به نمایش گذاشته و به شکل کتاب تحریرا نزد ما وجود داره. و من الله توفیق. سبحان ربک رب العزة عما يصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمين.